بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و مهمونه این قسمت از برنامه ما شدید. خودتون رو معرفی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من امیر شایان هستم، از تهران خدمت شما رسیدیم و خدمت حضرت معصومین در خدمت شما هستیم. بزرگوارید. چند سفر تا حالا اومدید که اولا؟ من 3 سفر قسمتمون شده که خدمت علی عبدالله باشیم. هر 3 سفر هم 40. هر 3 تا 40. بخوام تفاوت ها باشه با حتی این 3 سفر رو بدونم. عرض به خدمت شما که از سفر اول خب این شور و حال ما نسبت به اینکه برسیم به حرم سید و شهدا خب خیلی بیشتر شده و همچنین سختی هاش هم بیشتر میشه و این سختی هم که هرچی بیشتر میشه این لذت این که ما میرسیم به حرم سید و شهدا بیشتر میشه که همینجور انشالله که زنده باشیم برسیم خدمت علی عبدالله. از اون سفر اولتون واسه ما بگید چی شد؟ والا سفر اول که ما تا تقریبا 5 روز مونده بود به 40 قرار نبود بیایم. حالا یه چیزایی پیش اومد، خدا آقا طلبید ما رسیدیم خدمتشون و واقعا هم سفر خوبی بود چون ما رسیدیم فرودگاه ساکامون موند ایران، ما موندیم و یه دست لباس دیگه. ما چند روز خدمت علی عبدالله بودیم و عرض و خدمت شما که پیاده اومدید دیگه. بله، ما از بغداد اومدیم نجف، از نجف هم پیاده اومدیم کربلا. خیلی عالی. سفر اول اگه 40 اومده باشید باید سفر جالبی باشه. حالا نرسیم بهش. عرضم به خدمتتون که چه قراری خودتون گذاشتین واسه زیارت‌های آقا سید الشهدا. الان شما 3 سفر اومدید. خب با این سن و سالتون 3 سفر اومدید خب دیگه کافیه یا اینکه نه میخواین هر سال یا هر ماه هر هفته چی میخواین؟ چه قراری با خودتون گذاشتین؟ عرض به خدمت شما که اگه به ما باشه دلمون باشه که ما دوست نداریم مثلا برگردیم، دوست داریم همیشه که به خدمت ارباب باشیم. عرض به خدمت شما که این سال به سال این 40 که ما نیت داریم که هر سال برسیم خدمت سید الشهدا. انشالله 2 تا سفر دیگه هم هستش که یکی سال تحویله یکی میلاد آقا سید الشهدا که ما حرم باشیم که این 2 تا هم قسمتمون نشده که قرار گذاشتین که انشالله حتما بیاید. حتما بله، امسال مخصوصا. خب بسیار عالی. فکر میکنید که چطور آدم 40 بیاد؟ با خانواده، بی خانواده، با دوست؟ والا توی سفر 40 خب خود ابی عبدالله که دیگه کسی نمونده بود نیاره. عرض و خدمت شما که یه والا چی بگیم دیگه، یعنی ما هر کیو از خانواده خودمونم بیاریم دیگه. خب اگه قرار بود تنها بیان، یعنی اصلا بدون هیچ کس، خودتون یه ویزا بزنید و پاشید بیاید کربلا، این کار میکنید تنها بیان؟ والا ما که بله میکنیم، چرا نکنیم خودمون. خب فرض بگیریم که این زیارت آقا سید الشهدا، فرض میگیریم که اصلا اجر و ثوابی نداشت، به شما بگم برید زیارت آقا سید الشهدا ولی ثوابی نداشت، شما میرین بیرین زیارت آقا خلوب نکنیم ولی هر ساعت و هر زمانی که یعنی پا بده، یعنی آقا به طلبه که برسیم خدمت شما میاییم، حالا چه ثواب داشته باشه چه نشکت قطعا داره. یعنی ما از در خونه که راه میافتیم می نویسن برای ما تا حرم سید الشهدا. اما اصلا به فکرش بودی تا حالا؟ والا توی سفره 40 که مالت قسمتمون شده اصلا فقط اینی که برسیم به حرم سید الشهدا، به چیز دیگه فکر نکردیم. حالا انشالله سفرهایی که گفتیم نیت کردیم برسیم، عرض ادب بکنیم، حالا به ثوابش هم دیگه خود کرم مولا میده دیگه، دیگه نباید بهش فکر کنیم دیگه. خب فرض میگیم این سفر همراه بود با خطرات جانی یا مالی؟ یعنی اصلا برمیگردیم به زمان آقا امام صادق، شاید مثلا زمان متوکل بود و شما میخواستی بیای کربلا و شاید باید برای ورود به کربلا دست و پا یا مثلا یه هزینه سنگینی رو میدادید، این کارو میکردی؟ والا
ما الان بگن به ما میگیم انجام میدیم، یعنی هرچی در توان داشته باشیم مثل رسیدن به حرم سید شهدا انجام میدیم، حالا توی موقعیتش قرار بگیریم شاید خودشون مدد بدن بتونیم انجام بدیم دیگه. و خطرات و الان ما میگن آقا بمب میذارن، آقا نمیدونم اونجا فلان میکنن، داعش میاد، ولی ما اصلا به این چیزا فکر نمیکنیم. یا اون برسیم به حرم سید شهدا، حالا هر چیزی هم که پیش آید خوش آید. خب وقتی از سفرهای زیارتی کربلا برگشتید چقدر تأثیر خودتون گذاشته؟ والا این شادابی و نشاط و این تغییر روش تو زندگی و عرض به خدمت شما که تو تمام کارا، چه سر کارمون، چه تو خانوادمون، چه برکتش به همه جا میرسه دیگه. عرض به خدمت شما که اون حالی هم که هم دست داره به اون، تو اون حال هنوز هستیم. عرض به خدمت شما که و کلن ما هر موقع اومدیم خدمت آقا سید شهدا، وقتی برگشتیم هر چی خواستیم گرفتیم. تا ما یه جلسه هفتگی روزه هم که میخواستیم و از خود آقا سید شهدا گرفتیم که هر هفته مقید بشیم و این که روزه داشته باشیم برای سید شهدا، همون برای ما بسته برای دنیا آخرت. شما تا حالا از نجف فقط اومدید کربلا؟ یه سال اول از بغداد یه مسیری رو پیاده اومدیم، بعد دیگه عرض به خدمت دوبارم که دیگه نجف. خب این رفتار مردم عراق و مهمون نوازیشون و تمام اون خدمتگزاری که از سر تا سر دنیا میان اینجا و خدمتگزاری میکنن به زائران، این رفتار خادمان آقا سید الشهدا رو شما چطوری ارزیابی میکنید؟ عرض به خدمت شما که والا این چیزی که ما اینجا میبینیم هیچ جای دنیا نمیبینیم و من همیشه هم به دوستان و رفقا خودمون چه تو ایران چه تو کربلا یا عراق که میایم اینجا میگم واقعا خادمایی که ما در مقابل خدمتی که اینا به زوار امام حسین میکنن ما هیچیم. در خونه ها بازه. عرض به خدمت شما که شما از هر چیزی که دارن میگذرن، طرف شاید یه سینی خورما داشته باشه تو خونش، نون شب نداشته باشه بخوره، ولی میاره همونم در راه امام حسین میده به اونایی که تو مسیر دارن میان. و خیلی هم برام پیش اومده که ما جایی هم رفتیم خونه طرف در نداشت، پتو گذاشته بودن برام کباب آوردن خوردیم و هنوز که هنوز ما یادمون نمیره اونا رو. خب چرا این کار رو میکنن؟ حالا عشق به امام حسین یه عشقیه که واقعا قابل توصیف نیست. و عرض به خدمت شما که این چیزه هم که آدم میبینه براش خیلی قابل باور نیست، چون واقعا عشقی به سید الشهدا که آدم هرچی بیشتر از اینا ببینه بشنوه هم باور میکنه. شما تا حالا صحنه هایی رو توی مسیر دیدید که شما تحت تاثیر قرار دادید؟ حالا کم نه، حالا چه پیرزن 70-80 ساله 90 ساله که تناب میبنده به خودش، این ساکیشه با تناب میکشه، چون اون بنده خدایی که مثلا پا نداره با ویلچر میاد، چون اون بچه هایی که پا برنه، والا ما 20 قدم پا برنه گفتیم را بریم نتونستیم، ولی این بچه های کوچیک رو میدیدیم پا برنه دارن همین جوری میان مسافت، والا دیگه آدم میمونه چی بگه واقعا. حالا این دست زیاده، حالا حضور ذهن نشته باشیم، ولی این چیزایی که واقعا میبینه آدم تو ذهنش میمونه این چند مورد. خب از خاطرات سفر چیزی که خیلی واسهتون آقا خاطرات سفر دید. که ما یه سالم زمینی اومدیم مرز مهران، دیگه از مرز که رد شدیم دیگه هوا تاریک شد، بعد عرض به خدمت دیگه چششو نمیدید، ما دیگه موندیم وسط خیابون و جاده همینجوری ماشینا میمونن دیگه، ما گفتیم آقا سید شد ما دیگه می‌خواستیم بریم حرمت، اینجا فکر نمی‌کنم دیگه مثلا اینجا بتونیم رد شیم. یه تا ما یه ذره دلمون لرزید یه دفعه یه ماشین اومد ما رو سوار کرد بردن و دیگه راهی شدیم حرم سید الشهدا. ما هیچ وقت از ذهن من بیرون نمیره. خب از اون خدمات که در طول مسیر داده میشه که مختلفه، میبینید به هر شکلی هست، انواع مختلفی داره، هر کی به یه شکلی خدمت گذاری میکنه،
کدوم بیشتر توجه شما رو به خودش جلب کرد؟ عرض به خدمت شما که والا هر خدمت گذاری که ما ببینیم همه مقام داره و بالاست، ولی خب مثلا بعضی جا بودن که ما رو زوری میوردن تو خونه هاشون، آقا همه چی از وای فای داریم، عرض به حمام هستش. عرض به خدمت شما که والا حالا اونایی که میومدن کف شما مثلا میگرفتن واکس میزدن، اونایی که میومدن ماساژ میدادن، پای ظاهر رو ماچ میکردن، من دیدم مثلا جوروبا رو در میارن پای ظاهر رو ماچ میکنن. عرض به خدمت شما میمونه واقعا که چی بگه در وصف این نوکر سید الشهدا. برای آقا سید الشهدا زیارت های مخصوصی هست، چی شده که زیارت اربعین آقا سید الشهدا به این عظمت و شکوه داره؟ عرض به خدمت شما سرش فکر میکنی چیه؟ چون اولین کسی که زیارت کردن سید الشهدا رو بعد از واقعه عاشورا با حضرت زینب بودن. عرض به خدمت شما که و جانسوزترین زیارت هم همین بوده که این قیام عاشورا و همه اینا در طول این چند وقته که گذشته و حضرت زینب رسیده بالا سر قبر سید الشهدا، خب این خودش خیلی میتونه تأثیر گذار باشه که مقام این زیارت از مقام زیارت‌های دیگه حالا بالاتر باشه. خب این سوال از خیلی اپوستن، خیلی جواب مختلفی من دادن. نمیتونستی شما تهران بشین زیارت کنی؟ چرا این همه راه اومدی؟ عرض به خدمت شما که والا این چیز دلیه دیگه، واقعا ما دو سال مثلا رسیدیم اینجا، مثلا شروع میشد پیاده روی ها، ما دیگه تو تلویزیون میدیدیم میگه هیچی نمیفهمیدیم دیگه، فقط میخواستیم بیایم اینجا. اون عشقی که به سید الشهدا هست واقعا نمیتونیم انکارش بکنیم. و اینکه حالا به غیر از ثواب ها و به غیر از روایت هایی هستش که باید برسی خدمت آقا، اون عشقی که داریم واقعا جلودارش نیستیم ما، یعنی ما پای خودمون نمیم، ما خودش میاره ما رو اینجا تا اینجا. خب گفتم در مورد سفر اولتون به اینجا میرسیم، میخوام از اون سفر اول بدونم. شما پیاده این همه راه اومدید و رسیدید کربلا، چی شد که لحظه گنبد آقا سید الشهدا جلوتون بود؟ عرض و خدمت ما سفر اولمون، چون سفر اول کربلامون هم که بوده، والا سفر اول هر کی میاد تا گنبد سید الشهدا میبینه دیگه واقعا قفل میشه. ما هم تا گنبد سید الشهدا رو دیدیم دیگه از خود بی خود شدیم دیگه، اصلا نمیدونستیم باید چیکار بکنیم، که چون اولین بار که میبینی دیگه سال بعد که میای شور و اشتیاقت بیشتر میشه به آقا که برسی خدمت سید الشهدا. ولی ما سال اول که اومدیم هیچ وقت یادمون نمیره اون اولین باری که چون تیر آخر میرسه به حرم از عباس، اونجا میبینیم. عرض به خدمت شما که واقعا قابل وصف نیست اون چیزی که تو دل ماست، قابل گفتن نیما، سوادش رو نداریم بگیم، ولی خودشون انشالله از دل ما آگاه هم دیگه. خب چه ارتباطی بین این حرکت و رابطه قرب به امام زمان وجود داره؟ این واقعا آقا که منتظر 313 نفر یار هستن، این تجمع، این شور حسینی آقا رو دلگرمتر میکنه برای ظهور، که من میدونم که همین زیارت، همین شور اربعین یکی از چیزهایی هستش که باعث تعجیل در فرج آقای ما زمان میشه. بله، انشالله که هم تو دلشون همین باشه و که میرسن هم صدش بعد از آقا بخوان که فرج. خب در مورد روایتی از امام صادق میخوام نظر شما رو بدونم. از امام صادق روایت شده که اگر زیارت کردی ابا عبدالله حسین علیه السلام را، زیارت کن در حالی که غمگین و اندوهناک، آشفته و غبار آلود و گرسنه و تشنه است. فکر میکنید چرا این دستور در باب زیارت بنده؟ عرض به خدمت شما که دیگه ما زیارت ابی عبدالله با تمام زیارت ها فرق داره، چون خود آقا هم گرسنه بودن، هم تشنه بودن، هم
قوارالود بودن و نوکری هم که میخواد برسه خدمت آقا شاید نتونه عرض ادب خوبی بکنه، اون حقی که باید ادا کنه در حق آقا بکنه، ولی حداقل میتونه اون شرایطی رو که آقا داشته با همون شرایط برسه خدمت آقا، چون زیارت سید الشهدا واقعا فرق داره با زیارت دیگه. توی مسیر تا حالا خسته شدی؟ عرض به خدمت شما که شاید بدنی خسته باشیم ولی دلی نه. بدنی شاید خسته شده باشیم استراحت بکنیم ولی دلی هی بیشتر میشد که ما استراحت. بله ما دلمون دوست داشتیم که زودتر بریم برسیم به حرم سید الشهدا، ولی شاید بدنی خسته شدیم که اونم خدا آقا مدد میکرد. و خسته میشید به یاد چی میافتید؟ والا خستگی یه ما هی تو راه تو مسیر میگفتیم ما یه 80 کیلومتر اومدیم پیاده، ولی اسرات خیلی بیشتر از اینا پیاده اومدن، حالا چه با اون شرایط با اون غم، حالا ما کوله پشتی داریم، آب داریم، سر را به اون غذا میدن، تحویلمون میگیرن، میخوابیم، ولی خب دیگه اون فکری که میکنیم در رابطه و از زینب میبینیم مثلا چه مسافتی پیاده اومدن تا برسن به سید الشهدا، واقعا چه کاری که خودمون داریم میکنیم و هیچ میدونیم. و تو کل مسیر فقط به یاد خستگی از زینب. تازه پای برهنه. بله ما میگم ما 10 قدم پیاده نتونستیم بریم. یه خانم از زینب دیگه واقعا ما شرمنده ایم که بیشتر از این نمیتونیم براشون انجام بدیم. در مورد خال مغیلان چی میگی؟ عرض به خدمت شما خودم خیلی ارادت دارم از جغیه و اینکه قبل از بابا عاشور آقا خودشون میرفتن پشت خیمه ها این خارا رو از میکندن، چون میگفتن آقا شما برای چی این خارا، میگو ما بعد از شهادت شما به اسارت میبرن و تو این خار مغیلان بچه ها باید راه برن. عرض به خدمت شما که دیگه ما اصلا دگرگون میشیم میشنویم دیگه. با کدوم مصیبت شما بیشتر بیشتر گریه کردی؟ خیلی پاش سوختی؟ عرض به خدمت شما که ما حالا روایت هم داریم از امام سجاد که میگن که جان گدازترین مصیبت چیه که میگن از شام سه مرتبه تکرار میکنن، و اینو من خودم چون دلی چیز میکنم عرض به خدمت شما که مصیبت شام و اسارت دختر ابی عبدالله خواهرشون. حالا به این فکر افتادی تو همون زمانی که حضرت زینب و اسرا رو میبردن اگه شما حاضر بودی چیکار میکردی اونجا؟ واقعا نمیدونم چی بگم، چون اونقدر مصیبت سنگینه که ما بگیم میمردیم هم کمه. و اینکه جونمونم میدادیم دیگه، جونمونم میدادیم که ذره ای حداقل این مصیبت کمتر بشه. خب به عنوان صحبت پایانی میخوام اگه حرف دلی توصیه ای هر چیزی که هست میخوای با بینندگان در میان بگذاری؟ عرض به خدمت شما که دوست دارم اونایی که مثلا نیومدن تا حالا اربعین و از سختی هاش میترسن اینو بدونن که واقعا از کفشون داره میره، هر جور شده، هر جور شده پول قرض کنید. من خدا شاهده امسال پولم نداشتم پول قرض کردم. و اینکه بتونن بیان هر جور شده زمینی، حالا هر جوری که تونستن خودشونو فقط برسونن به حرم سید الشهدا و از این حال استفاده کنن، چون واقعا از دست همه میره این حالی که اینجا هست. چون ما میبینیم آقا در هم همه رو خریده آورده، از اون آدم مؤمنش چه برسه تا من گناهکار. همین که ما اینجا رسیدیم همون آقا خیلی کرمش زیاده. و اینکه هر جور شده اربعین بتونن خودشونو برسونن اینجا و این حال استفاده کنن. خیلی ممنونیم از شما که سلام قبول زحمت کردید و در شما قبول سلام کردید.
و امیدواریم که انشالله در قدم هایی که به سمت کعبه رو برمیدارید برای فرج امام زمان ابتدا ان و بعد هم از خیرتون فرج سلامت بشین. متشکرم. سلامت بشین. یا علی.